درودبر بینندگان گرامی، مهرا ملکی هستم. برنامه ناگفته های تاریخ رو از شبکه جهانی تلویزیون ایران آریایی توسط اسکایپ به طور زنده برای شما اجرا میکنم. امروز شنبه 18 اپریل مطابق با 29 فروردین ماه هستش. خب ما در 3 برنامه گذشته در رابطه با جنگ جهانی اول و اینکه آلمان ها در ایران شایع کرده بودند که امپراتورشون مسلمان شده و از بین ترتیب احساسات مذهبی یا تعصبات مذهبی مردم رو تحریک کرده بودند و مردم ایران رو به نفع خودشون وارد این جنگ کرده بودن، علی‌رغم اینکه دولت ایران اعلام بی‌طرفی کرده بود، سخن گفتیم. در این برنامه این سخن رو به پایان میبریم و برحال گفتیم که تعدادی از رجال ملی ما که از حامیان آلمان بودن به اتفاق اعضای حزب دموکرات، حزب اعتدالیون و تعدادی از معممین با نفوذ، اینها به کرمانشاه میرن به توصیه وزیر مختار آلمان در ایران پرنس رویس، که خود پرنس رویس هم رفته بود به کرمانشاه و در اونجا با کمک شومن، جاسوس معروف آلمان ها که بسیار ماهر بود در کارش، اینها حکومتی در یعنی دولتی در کرمانشاه تشکیل میدن و یعنی به پیشنهاد پرنس رویس وزیر مختار آلمان، این به اصطلاح ملیون ما که با از حامیان آلمان هم بودن، اینها دولتی در کرمانشاه تشکیل میدن و بعد پرنس رویس به آلمان میره و نخست وزیر جدید آلمان دکتر راسل وارد ایران میشه که با آمدن دکتر راسل دولت آلمان، امپراتور آلمان کایزر ویلهلم تصمیم میگیرن که این حکومت در کرمانشاه رو که از حامیان آلمان ها هستن و خود آلمان ها کمک کردن و تشکیل شده، این رو به رسمیت بشناسن که در واقع نظام سلطنه مافی رو هم کرده بودن رئیس خودشون و این رو به رسمیت بشناسن و تضمین نامه ای هم دولت آلمان توسط این دکتر راسل به این حکومت در تبعید در کرمانشاه میده که یعنی ما این دولت رو به رسمیت میشناسیم، نه دیگه دولت مرکزی ایران رو. که این تضمین‌نامه رو من عینا خدمتتون میخونم که دکتر راسل در واقع وزیر مختار آلمان در ایران این تضمین‌نامه رو از طرف دولت آلمان به این نظام السلطنه که در واقع رئیس این دولت در تبعید بود میده. میگه: آلی جناب آقای نظام السلطنه، دولت امپراتوری آلمان مرا مأمور نموده است که تبریکات آن دولت را برای تشکیل یک حکومت ملی به جناب‌عالی اظهار دارم و به اطلاع برسانم که ما حاضریم با کمال جدیت حکومت شما را یاری کنیم. دولت امپراتوری آلمان ضمانت می‌نماید که پس از پیروزی نهایی هنگام گفتگوی صلح تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و اقتصادی ایران را دفاع و حفظ نماید. مشروط بر تمنا میکنم از بینندگان گرامی خوب دقت بفرمایید، میگه مشروط بر اینکه ایران بر ضد روس و انگلیس وارد در پیکار شده باشد، یعنی اگر وارد جنگ شده باشیم، ما هم بعد از جنگ پیروز شدیم تمامیت عرضی شدن به رسمی هم میشناسیم. و میگه اکنون هم اقدامات وطن پرستانه جناب‌عالی از تصمیمات رسمی بخوردار میباشد. دکتر راسل 31 ژانویه 1916. خب این تصمیم‌نامه رو دولت آلمان در واقع به این حکومت در تبعید دادش که بعد بگم که در پی این تضمین‌نامه‌ای که دولت آلمان حالا به این حکومت در تبعید یا این دولت در کرمانشاه میده، نظام السلطنه مافی هم
یک هیئتی از بین دموکرات ها، اعضای حزب اعتدالیون و معممین انتخاب میکنه که از میون اونها وزراش رو انتخاب میکنه و اعلام موجودیت میکنه این دولت در کرمانشاه، و این اعلام موجودیت رو به امپراتور آلمان، پادشاه اتریش و سلطان عثمانی هم اعلام میکنه که اینها از متحدین هم بودن در این جنگ. یعنی حالا در واقع ایران دارای دو دولت شده بود، یکی دولت مرکزی در پایتخت در تهران که احمدشاه فرمان فرمان نخست وزیر کرده بود، یکی هم حالا دولتی که در کرمانشاه به حمایت از آلمان ها تشکیل شده بود و نظام السلطنه مافی نخست وزیرش بود. ملاحظه میکنی؟ دو دولت تشکیل شده. و آلمان ها بعد از اینکه این دولت در کرمانشاه تشکیل میشه، سفارتشون در تهران رو تعطیل میکنن، چون دیگه این دولت رو به رسمیت میشناختن دیگه، و در واقع به کرمانشاه میبرن. و ولی حفظ منافع سفارت آلمان در تهران واگذار میشه به سفارت اسپانیا که در این جنگ اعلام یعنی بی‌طرف بود، و حالا میگم کارهای سفارت آلمان هم به اون محول شده بود. و این توضیح هم بدم که رئیس دفتر سفارت آلمان هم به کرمانشاه نمیره، اون هم در تهران باقی میمونه که کارهای سفارت آلمان رو بکنه، و ماموریت اصلیش این بود که گزارشات اخبار و اتفاقاتی که در پایتخت رخ میداد رو به طور سری بر روی نوارهای پارچه‌ای که در ماشین تحریر تهیه میکرد به کرمانشاه، مامورین آلمان ها به کرمانشاه برسونه که اطلاع داشته باشن. یعنی میخوام بگم این آلمان ها واقعا از نظر تکنیک همیشه پیشرفته بودن و هستن. اون زمان هم به جای این نوار کاغذی که در ماشین تحریر میذاشتن، یک نوع نوار پارچه‌ای اینا درست کرده بودن که اون رو در ماشین تحریر میذاشتش این رئیس دفتر سفارت آلمان، و گفتم گزارشاتش رو به طور سری رمزی بر روی این نوار پارچه‌ای تایپ میکرد، و حامل این گزارشات به کرمانشاه یکی از مستخدمین ایرانی بود که این نوارهای پارچه‌ای رو از زیر به زیر شروالیش میدوخت، و به این ترتیب از خطوط روس‌ها عبور میکرد و این اطلاعات رو به دست مامورین آلمان‌ها در کرمانشاه میرسوند. به این ترتیب مامورین دولت آلمان در کرمانشاه در جریان تمام حوادث سیاسی که در پایتخت رخ میداد بودن، و اون رو برای برلن یعنی پایتخت خودشون در آلمان مخابره میکردن. واقعا دسترسیشون هم خوب بود. از غربی ها همه شون همینطورن. برمون خب و حضورتون عرض کنم که این دولت در دبیر یعنی دولت در کرمانشاه هم رسماً وارد جنگ میشه و اعلان جنگ به روس و انگلیس میکنه به حمایت از آلمان ها، یعنی از متحدین آلمان ها میشه. و بعد از این اعلام موجودیت واحد پول آلمان در کرمانشاه در جریان گذاشته میشه که مارک بود، دوچه مارک، که به زودی این مارک دوچه مارک در بازار کرمانشاه چنان مقام ثابتی پیدا میکنه که اغلب معاملات تجارتی توسط همین واحد پول آلمان ها انجام میشه، دوچه مارک انجام میشه. حالا چرا خود پول ایران را استفاده نمی کردن یا سعی کرده بودن این کار بکنن، این پرسیدنیه که آیا در پایان جنگ اگر آلمان ها پیروز می شدن می خواستن ایران رو مستعمره کنن یا نه. این قول و قرار تضمین ها رو بلش می کنین و از این چیزا خیلی دوباره غربی به ما می دادن و بعد هم زیرش می زدن. و آلمان ها از اینکه
دیده بودن در ایران شایع، چون شایع کردن امپراتور آلمان مسلمان شده و حالا به مکه هم رفته و شده حاج محمد ویلهلم و به این ترتیب توانستن مردم ایران رو اینطور با خودشون یار و همپیمان بکنن که بر علیه روس و انگلیس وارد جنگ بشن بدون که دیناری خرج بکنن، تصمیم میگیرن این شایعات رو در افغانستان و همینطور بین مسلمان های هند هم انجام بدن. در نظر داشته باشید که اون زمان پاکستان هنوز تشکیل نشده بود، یعنی از هندوستان جدا نشده بود، بخشایی از خاک هندوستان بود. پاکستان بعداً در اواخر در پایان جنگ جهانی دوم در سال 1947 تجزیه میشه از از هندوستان. برحال اینها حالا مامورینشون رو به افغانستان رو گفتن بین مسلمان های هند هم میفرستن. بعض امپراتوری عثمانی هم که مسلمان بود و تمام کشورهایی هم که سرزمینهایی هم که اغلب سرزمینهایی که در اختیار او بود سرزمینهای عربی و مسلمان، بخشی از امپراتوری عثمانی بود که از متحدین آلمان ها بودن. در ایران هم که این کار رو کرده بودن آلمان ها، حالا مونده بود افغانستان و مسلمان های هندوستان که این در این رابطه از آن ممالک اردلان که خودش یکی از اعضای این هیئت دولت در کرمانشاه بود می‌نویسه. تنها قبل قبل فرمایید جالبه این مطالب دانستنش خوبه، برای که می‌دونم تا بار کسی برای شما این مطالب رو نگفته. ایشون می‌نویسه که یک روز در هیئت دولت جلسه داشتیم، یعنی همین دولت در کرمانشاه جلسه داشت. پیش خدمت گفت شیخی از تهران آمده و مطلب محرمانه ای دارد و اصرار دارد که نظام السلطنه را ملاقات کند. نظام السلطنه یعنی این نخست وزیر دولت کرمانشاه، میگه اصرار داره اون را ملاقات کنه. میگه اجازه داده شد. شیخ با ریش حناوسته و ناخونهای حنایی و عبا و عمامه وارد شد. پس از خوردن چای و همین که مطمئن شد هیئت دولت است و غریبه آنجا نیست، خود را معرفی کرد. وی ویندرمایر جاسوس آلمان ها بود که از طرف دولت آلمان مأمور رفتن به افغانستان شده بود و اینطور خود را درست کرده بود که دستگیر نشود. خلاصه میکنی؟ این ویندرمایر همون جاسوس آلمان ها بود که گفتیم در نخستین بار در اصفهان به اتفاق کنسول آلمان و نایب کنسول آلمان مردم اصفهان رو طوری تحریک کرده بودن که ریخته بودن به کنسولگری های روس و انگلیس. کنسول روس رو که کشته بودن، کنسول انگلیس هم زخمی شده بود و اتباع روس و انگلیس مقیم اصفهان هم فرار کرده و رفته بودن به اهواز، که بعدم امین ویندرمایر جاسوس آلمان و کنسول آلمان موجودی بانک شاهی انگلیس رو به نفع خودشون مصادره کرده بودن. حالا ولی که بتونه این ماموریتش رو در افغانستان هم انجام بده، ریش گذاشته بود و ریشش رو حنا بسته بود و ناخوناش هم حنا بسته بود و عبا و عمامه به صورت آخون رفته بود و برگشته بود. و چون کرمانشاه حالا مرکز عملیات آلمان ها بود، آمده بود به کرمانشاه. منظر میکنید برام به شما بگم که بعد از این موافقت نامه‌ای که بین این دولت کرمانشاه و دولت آلمان انجام میشه، بسته میشه، نظام السلطنه مافیا به عنوان نخست وزیر این دولت کرمانشاه تشکرات خودش رو برای دولت امپراتور آلمان کایزر ویلهلم میفرسته که اون رو هم میخوام خدمتتون. میگه اعلی حضرت امپراتور آلمان، نظر به همراهی که اعلی حضرت امپراتوری همیشه نسبت به دول اسلامی نمودند. ببینید اگه آلمان ها میمدن میگفتن ما با شما هم پیمان میشیم، بیایید بر علیه روس و انگلیس بجنگید که خیلی به شما ظلم و ستم کردن، اینطور مردم نمیمدن با اینها همراهی بکنن که اعلام کرده بودن مسلمون شده امپراتور آلمان. این رجال ملی ما هم میگه نظر به این که امپراتور آلمان همیشه نسبت به دولت اسلامی
به هر حال همراهی میکردن، در این موقع که این جانب ریاست قوای ملی ایران را به عهده گرفتم، دعاهای خالصانه خود را تقدیم حضور اعلی حضرت امپراتوری نموده و از مساعدتی که آن اعلی حضرت علل حال برای پیشرفت این مقصد ملی و اسلامی نمودن امتنان و تشکر خود را تقدیم می‌دارد. حالا هرچی بگیم بابا ملی گرایی با اسلام مغایره، در کل مذاهب با ملی گرایی یا مغایر هستن، که اینا که متوجه نشدن در اون زمان که هیچی، در انقلاب 57 هم دیدیم همینه، امروز هم یه عده داریم که میگن ما ملی مذهبی هستیم. یعنی چی؟ مذهب مغایرت داره با ملی گرایی، به ویژه دین اسلام که هر جایی که رفته به زور شمشیر رفته. در ایران که گفتیم چه کارهایی کرد، جنایاتی که نکرد واقعا دین اسلام، هنوز میگن ملی اسلامی یا ما ملی مذهبی هستیم. از همه درستتر خود خمینی گفت، که گفت ملت یعنی چه. این حرفا رو غربی ها گفتن که بین مسلمان ها تفرقه بندازن، شما امت اسلامی، راست میگه دیگه، یا امت اسلامی یا ملت ایران، یکی از این دوتا، این دوتا با هم جور در نمیاد. اگه دو تا حرف درست زد خمینی، یکی این بود که گفت وقتی میومد به ایران گفت هیچ احساسی ندارم، یکی این که میگه ملت یعنی چی، شما امت اسلام هستین. و این حرفا رو غربی ها برای تفرقه بین مسلمان ها در زبون مردم انداختن. مطالب دیگه هم گفته که من دیگه اونها رو نمیخونم برای جلوگیری از اتلاف تحوق. این دولت در کرمانشاه وارد جنگ با روس ها میشه و در این زمان سپاه عثمانی هم، نیروهای نظامی عثمانی هم وارد کرمانشاه میشه، یعنی وارد خاک ایران میشه و به زودی این سپاه عثمانی همراه با این ملیون ما و اشاره محلی با روس ها شروع به جنگ میکنه، که هر زمان که این دولت عثمانی موفقیت هایی به دست می آورد، خب برای این دولت در کرمانشاه هم پیشرفت محسوب می شد، و هر زمان که دولت عثمانی شکست می خورد، این دولت در کرمانشاه هم مجبور بود عقب نشینی کنه بره به عثمانی. این موضوع ادامه داشت به همین ترتیب تا یک سال مونده بود به پایان جنگ جهانی اول، یعنی در اکتبر 1917 لنین در روسیه انقلاب کمونیستی میکنه، یعنی انقلاب بلشویکی میکنه که کمونیست ها روی کار میاد. و لنین که شخصیت روسی بودش و کمونیست بودش، این آدم با آلمان ها که در با روسیه در حال جنگ بودن یک قراردادی بسته بود که اگر آلمان ها لنین رو، ارتش آلمان لنین رو با رفقاش رو به روسیه ببره و لنین موفق بشه در اونجا انقلاب کمونیستی بکنه و تزار روس رو برکنار بکنه، بعد به خاطر این کمکی که ارتش آلمان و آلمان ها بول کردن، روسیه رو به نفع آلمان ها از جنگ خارج میکنه که آلمان، انگلیس متفق بزرگش رو از دست بده و آلمان ها بتونن در این جنگ پیروز بشن. ملاحظه میکنید؟ و همین کار هم میکنه. وقتی انقلاب کمونیستیش پیروز میشه، تزار و تمام خانواده تزار، حتی بچه شیرخوار و همین ها میکشن، و در نتیجه حالا این ارتش تزاری هم که در خاک ایران بود، طبق قولی که لنین به آلمان ها داده بود، میباست از جنگ بیرون میبرد. در نتیجه ارتش تزار ها که دیگه حالا تزاری هم موجود نبود، میبایستی خاک ایران رو تخلیه میکردن و به مملکت خودشون میرفتن. ولی به شما بگم که ارتش روس در سر راه مراجعتش به روسیه، تمام روستاها و شهرهای ایران که در سر راهش بودن رو غارت کرد و به زنان و دختران ما تجاوز کردن، فجایع بسیار زیادی به بار آوردن که اگر من خواهم وارد جزئیات بشم بسیار به درازا میکشه سخن. با رفتن دولت
روسیه از جنگ جهانی اول، انگلستان بزرگترین متفق شو از دست داد که حالا نه تنها متفق نبود با این روس، دولت جدید روسیه، یعنی دولت لنین که حکومت کمونیستی آورده، بلکه اختلاف ایدئولوژیکی هم داشته، اونا کمونیست بودن و اینا هم سرمایه دار. به همین جهت هم میگم انگلستان بزرگترین متفقش رو از دست داد و آلمان ها شروع کردن به پیشرفت که در اواخر جنگ دیگه دولت امریکا به حمایت از انگلیس و متحدین انگلستان وارد جنگ شد. در نتیجه آلمان و متحدینش عثمانی و اتریش شکست میخورن، یک شکست جانانه میخورن که امپراتور آلمان کایزر ویلهلم مجبور میشه فرار میکنه و میره به هلند که ملکه هلند هم از اقوامش بود، میره به هلند. این هم از امپراتور به اصطلاح اسلام پناهی که آلمان ها شایع کرده بودن و ایرانی ها فکر میکردن به خاطری که مسلمان شده داره پیروز میشه، شکست جانانه خود رفت از جنگ بیرون و میگم از مملکتش هم فراری شد، امپراتوری هم برچیده شد از آلمان. خدمتتون میگم که ولی خب ایران صدمات زیادی در این جنگ خورده بود که وقتی که کنفرانس صلح پاریس یک سال بعد از پایان جنگ جهانی یعنی سال 1919 در پاریس تشکیل میشه که دوباره مختلفی که در این جنگ شرکت داشتن و خسارت دیده بودن، حالا از این دوباره شکست خورده ادعای خسارت میکردن که اونها میبرست میپرداختن، ایران هم که دولتش در واقع اعلام بیطرفی کرده بود و خسارات زیادی در این جنگ بهش وارد آمده بود، نمایندگانش رو به پاریس میفرسته تا در این کنفرانس صلح شرکت کنن و اونا ادعای خسارت کنن. اما انگلیس ها که به شدت و طول این مدتی که مردم ایران با آلمان ها همپیمان شده بودن و بر علیه این ها می جنگیدن، کینه ایرانی ها رو چنان به دل گرفته بودن که مانع ورود نمایندگان ایران به این کنفرانس صلح پاریس شدن و حالا اونا ادعایی بکنن یا نکنن. ملاحظه میکنی؟ این هم این زیان که آلمان ها به ما رسوندن، یعنی این هم زیانی که خودمون به خودمون رسوندیم به خاطر این تعصبات مذهبی که همیشه داشتیم و داریم متاسفانه. در جنگ جهانی اول در سر تا سر ایران به غیر از مرکز و شرق ایران قوای عثمانی به اتفاق مردم محلی عشایر با روس و انگلیس در حال جنگ بودن و قحطی و بیماری های همگیر فراگیر شده بود، یعنی بیماری های واگیردار مثل وبا و طاعون فراگیر شده بود. در کرمانشاه و همدان مردم اثر ناچاری در غارها زندگی میکردن چون این دولت در دولتی که تشکیل شده بود در کرمانشاه و قوای عثمانی آمده بود به کرمانشاه، در اون منطقه از همه جا بیشتر جنگ شدت داشت که مردم بیچاره میگم از سر ناچاری در غارها زندگی میکردن. بیشتر از 100,000 نفر از مردم ایران فقط از گرسنگی مردن، اونهایی که از وبا و تا اون مردن و اونهایی که در جنگ کشته شدن بسیار آمارش بالاست. بیش از 10,000 دهکده خالی از سرنشین شد، مراکز فرش بافی غرب ایران به طور کلی از دست رفت. این هم نتیجه میگم تعصبات مذهبی ایران، ایرانی ها که آلمان ها تحریک کردن، ایرانی ها که امپراتور ما مسلمان شده و حامی دول مسلمانه و ایرانی ها هم علارغم این که دولتشون اعلان بیطرفی کرده بود وارد این جنگ شده بودن، ایران رو یعنی وارد این جنگ خانمانسوز شده بودن و اینجور به ایران صدمه خورد، نمایندگانشون هم نتونستن در کنفرانس صلح پاریس شرکت کنن. اینگاه در صفحه نخست کتاب استعمار نوشته شده که هر وقت در ایران میخواین توطئه‌ای بکنید یا تحریکی بکنید از طریق حالا چه روس باشید
چه انگلیسی باشی، چه آلمانی باشی، چه فرانسوی باشی، در انقلاب فرانسه میبایستی که از راه اسلام و اسلامیت و اسلامیون وارد بشید. واقعا متاسفم. کی پند میگیریم ما از تاریخ؟ این که نمایندگان ایران رو نذاشته بودن در کنفرانس صلح پاریس شرکت بکنن، انگلیس ها از این موضوع بسیار خوشبخت بودن، چنان که در کتاب شرح حال کرزون، یعنی نخست وزیر خارجه کرزون نوشته شده که من این بخش رو میخونم و این سخن رو به پایان میبرم. میگه که میگه که قضایا به همان سان که لرد کرزون پیش بینی کرده بود و امیدش را داشت تحقق یافت، و به این معنا که هیئت نمایندگی ایران تحت ریاست مشاور ممالک بیهوده درهای کنفرانس صلح پاریس را کوبیدند ولی اجازه دخول نیافتند. میگه اما پس از اخذ این تجربه تلخ، ایرانیان درس لازم را آموخته و حاضر شدند به پیشنهادها و نصایح دولت بریتانیا گوش بدهند. ملاحظه میکنید؟ میگه دیگه از این دولت دیگه گوش به فرمان دولت انگلیس شدن، که بعد دیگه قرارداد 1919 است که اینها به ربطی به جنگ جهانی اول نداره. در تمام کتاب‌های تاریخی نوشته شده که در جنگ جهانی اول با اینکه ایران دو اعلان بی‌طرفی کرده بود، دولت ایران اعلان بی‌طرفی کرده بود، به ایران صدمات بسیاری خورد، انقدر ما کشته دادیم، انقدر صدمه خوردیم، ولی این توضیحات رو ندادن به شما که چرا ما این صدمات رو خوردیم. حالا امیدوارم که حالا به هر حال آگاه شدید. من در اینجا سخنم رو در رابطه با جنگ جهانی اول و حضورتون عرض کنم که نقش آلمان ها در این جنگ به پایان میبرم. اما یکی از بینندگان گرامی، از بینندگان بسیار گرامی که خیلی به تاریخ علاقه مندن از ماکون، ایشون پرسش هایی در رابطه با مطالبی که من در برنامه های گذشته درباره انقلاب 57 گفتم از من کردن، که من این پرسش ها رو ترجیح دادم که از طریق این برنامه پاسخ بدم، چون هم پرسش ها جالبه و هم سوال ها پاسخ ها جالبه، که شما شاید این سوال های شما هم باشه. این که بهتره از این برنامه جواب بدم که شما بینندگان هم آگاه بشید، بدونید، بیشتر آگاه بشید. و حضورت از کاملی پیش از این که من به این پرسش ها بخوام پاسخ بدم، میخوام از کارگردان برنامه خواهش کنم که مصاحبه که آقای دکتر شاپور بختیار به عنوان نخست وزیر ایران در 27 دی ماه 1357 با بی بی سی کردن رو بگذارم. 12 دقیقه از این مصاحبه تمنا میکنم از شما بینندگان گرامی خوب دقت کنید. مطالب زیادی است در این مصاحبه که بعدا راجبش صحبت میکنید و بعد پرسش ها رو پاسخ میدید. از کارگردان گرامی لطف کنید این مصاحبه آقای دکتر بختیار با بی سی رو بگذارید. آقای دکتر، ممکنه بفرمایید که رفتن شاه چه مشکلاتی به وجود آورده و چه مشکلاتی رو حل کرده؟ مسئله مسافرت اعلی حضرت به خارج یک از اون مسائلی بود که ما در مد نظر همیشه داشتیم، که بعضی اسکنها و ناراحتی ها را تشکیل میبخشه، و وقتی که من قبول نخست‌وزیری کردن اون موضوع را بایشون در میان گذاشتن و قبول کرد، و حتی 11 روز پس از نخست‌وزیری من اون وعده را انجام داد، به طوری که الان یه مقداری جوان می کنم از این ناراحتی ها و اوشن ها شاید که در دل بعضی از افراد خیلی محروم و تمدیده مملکت ها تشکیم یافته. از طرف دیگه نبودن ایشان در مملکت ممکن بود که تصور پیش بیاد که ارتش
با دولت من یا با در مقابل مردم ایستادگی میکنه، در صورتی که ارتش ما خیلی با انضباط‌تر از اینه و دستور اکید داده که در اختیار دولت قانونی باقی بمونه و مثل اینکه این کار رو هم خواهد کرد. اگرم که شاه رفته، تا چند روزه فکر میکنید همکاران سابقتون در جبهه ملی مایل باشن با شما همکاری بکنند؟ من باید تکرار میکنم این آقایون همه یا با من همکاری میکنند یا دلشون میخواد همکاری بکنند. این مسئله مسئله دکترین نیست، مسئله شخصه، مسئله رقابته، مسئله این خودخواهی های داخلی است. و الا ما اساسنامه، ما تمام اون چرا که به پی ملی نوشته که خود من در رأس اونها پیش قدم بودم همیشه، ذره ای با برنامه من که به دولت به مجلس داده شد تفاوت ندارد. این مسئله مسئله شخصی، مسئله جبهه ملی نیست. تا چند اندازه تصمیمات فرمانداری های نظامی در شهرهای مختلف با صلاح دید شما گرفته شده؟ احدی در ارتش از فرماندهان داخلی و خارجی بدون نظر من حق تصمیم گیری ندارد. ممکنه یه سربازی یا یه افسری در یه نقطه دور افتاده ای یه عمل برخلاف قانون یا سهواً انجام بده، اون به جای خود، ولی وقتی من دستور به ارتش میدم راجع به تمام اقدامات در تمام نقاط کشور، من به عنوان یک نخست وزیر مسئول انجام وظیفه میکنم، نه به عنوان اون افرادی که اسم نخست وزیری داشتن. فقط حکومت نظامی پس چه موقعی لغو میشه در شهرهای مختلف؟ ما نمیداریم که حکومت نظامی تمدید نشه در یک ماه و نیمه دیگه در تمام ایران، تا اون وقت اقلا نصف این حکومت های نظامی برچیده خواهد شد. و چطور میخوایید بدون حکومت نظامی نظم و آرامش رو در کشور برقرار بکنید؟ نظم و آرامش مسلماً با ارائه این برنامه ها، با مجازات قاصدان، با آزادی زندانیان سیاسی، با آزادی جرائد، با آزادی هایی که هر روز ما دادیم سمون میکنم دیگه دلیل و موجودی نداشته باشه که ادامه پیدا بکنه. در هر حال گمان میکنم که وقتی که پلیس بدون حکومت نظامی در یک منطقه بلور آشوبگر و اخلالگر حرفه‌ای که نمیدانه چه میخواد شروع کنه، میتواند قوای نظامی استمداد طلبه و قوای نظامی همیشه در اختیار خواهند. در رابطه با سواک چه مشکلاتی پیش بینی میکنید؟ من در رابطه با سواک به مشکلاتی نمیبینم، ما سواک رو منحل میکنیم همونطوری که وعده دادم. با این فرق در ضمن انحلال سواک بنده نمیتوانم مملکت را بدون یک پلیس ضد جاسوسی و اطلاعاتی بگذارم و یک دایره اطلاعات و یک سازمان جدیدی که بدون حق اجرا و دخالت در امور داشته باشه ایجاد میشه. از قول شما گفته شده که مقامات فاسد به زودی محاکمشون آغاز میشه، مقامات فاسد سابق به زودی محاکمشون آزاد میشه و به اقتضای سیاست ممکنه بعضی از محکمه ها رأی بدن که بعضی از اینها اعدام بشن. آیا این با اصل عدالت منافات نداره و بازگشت به همون یکی تازی های سابق نیست؟ من دیگه جمعه میکنم که بدون هیچ قسم حب و بغض افرادی در این مملکت مرتکب یک جنایات بسیار عظیمی شدن و مستمر، با دادگاهی که تکلیف اینها رو تعیین کنه، نه با نخست وزیر. ولی در هر حال افکار عمومی و اطلاعاتی که ما جمع کردیم از فساد اینها، از زورگویی های اینها، از شکنجه هایی که اینها دادن و از ثروت های برباد رفته ملت، بالاخره نفر یه عده مسئول هستن، اینها باید در مقابل دادگاه پاسخگوی اعمالشون باشد. من هیچ کس نسبت به هیچ کدام از اینا خوب و بغضی ندارم. چطور میخوایید با اعتصاب به این اعتصاب ها پایان بدید و قدرت تولیدی کشور رو به کشور باز بگردونید؟ من دیگه من میکنم که این اقداماتی که الان صحبت شد، مجازات مجرمین، آزادی مطبوعات، حدی مسافرت علاقت به خارج از کشور، اینها کمک میکنه که یک حالت دیتا در مملکت ایجاد بکنه و آرام آرام انشاءالله ما به این کار مفید خواهیم یافت. از طرف دیگه گمان میکنم که آیات اعظام هم در این موضوع با ما هم عقیده هستند. یه اکثریت بی اندازه بیشتر از اون که شما تصور میکنید از این کار عدم تولید عواقب این موضوع هستند و شروع به کار به تدریج خواهد شد.
شما با آیت الله خمینی تماسی داشتید؟ من مستقیما نمیتوانم داشته باشم، ولی افرادی بودن در اینجا و در اونجا که راجع به عقاید و افکار من خدمت ایشون صحبت کردن. علاوه بر این میتوانم حضور شما عرض کنم که ایشون افراد را به اعمالشون میشناسن و عملیات من در جهتی بوده در اینکه منافات با افکار و عقاید ایشون به طور کلی نداشته، ولی خیلی از خواسته های ایشون را با تاکنون اجرا. اصولا نقش خودتون رو در بحران فعلی ایران چگونه میبینید؟ من همیشه در عمر برای یک رژیم دموکراتیک و برای آزادی فردی و اجتماعی و برای حرمت به بشر و به قانون مبارزه کردم. از جوانی با هیتلر جنگیدم، بعد 30 سال در ایران مبارزه مستمر رو پیگیر کردم. فقط در دوران حکومت مرحوم دکتر مصدق بستر یک کاری بودم، پس از اون با وجود امکانات در این قسم ترقی های دروغی که توأم با فساد بود به روی خودم بستم و حالا هم به هر ترتیب و به هر تقدیر که باشه راهی که این 30 سال رفتم ادامه خواهم داد. هر کسی با قول شما یک بکگراند داره، بکگراند من هرچی هست، من ادامه همون راه خواهم. یکی از ایرانهایی که به دولت شما گرفته شده این که فرداش تا اندازه ناشناخته بودند و نسبتا بی تجربه بودند در اداره امور مملکت، جواب شما چیه؟ اولا بگذارید اقلا یک ماه از وجود به عمر دولتی بگذاره بعد قضاوت کنید. این پیشداوری ها یا از روی بغضه یا از روی نادانی بیشتر نیست. من نمیتوانستم از اشخاصی که در کابینه های قبلی وزیر بودن وزیر انتخاب کنم، جد که وزرا مسئول هستند. از این جهت مجبور بودم غیر از 3-4 شخصیت ممتازی که در کابینه هست از افراد جوان انتخاب کنم، و این افراد جوان اشخاصی هستند که بهترین تحصیلات را کردن و در عمل لیاقت خودشون را نشان خواهند داد. چرا ما قبلا بعد از 5 روز 6 روز که یه نفر وزیر انتخاب شده داوری میکنیم؟ این خارج از انصاف به نظر من. کابینه شما هنوز تکمیل نشده، در نظر دارید کابینتون رو در آینده بسیار نزدیک تکمیل بکنید؟ مسلماً هفته آینده انشاءالله 2 وزیر دیگه اضافه خواهد شد و شاید 1-2 وزارتخانه هم هست بشه اصولاً و ادغام بشه در سایر وزارتخانه. اسم این 2 وزیر رو ممکنه اما بگید؟ اسم این وزارت رو نمیدونم، ولی در هر صورت ما برای سازمان برنامه برای وزارت نیرو و راه وزیر لازم داریم. برای بازرگانی تصمیم گرفته نشده اصلا که این وزارتخانه ادغام بشه یا نشه. تا چند روز سیاست‌های اخیر مدرنیزه کردن ایران رو دنبال خواهید کرد؟ مدرنیزه کردن ایران هدف است، برای اینکه یک هدفی که نمیشه ازش منصرف شد. منتها ما به جای مدرنیزه کردن ایران پی تبلیغ و گزافگویی رفتیم و به طور غیر معقول شروع کردیم به انجام این کار. این که به نظر بنده ما باید مدرنیزاسیون ایران را ادامه بدیم، ولی این مدرنیزاسیون بر طبق یک طرح‌ها و برنامه‌های حساب شده باشه که از نظر تورم، از نظر مخارجی که الزاماً برای کارا کردیم امکاناتمون رو در نظر بگیریم. این مقداری این پروژه های گراندیوز که ما داشتیم که بیش از حد به نظر بنده برای پرستیج بود تا برای رفاه مردم، مملکت را به بنبست هایی که امروز میبینید رسند. با قوانین مربوط به زنان و قانون ازدواج چی کار میکنید؟ اینا ادامه از این قبیل قوانینی که وضع شده بود، اون چه قانون برخلاف اسلام اگر هست منسوخ خواهد شد. اون بر طبق قانون اساسی است، هیچ قانونی نمیتوانید. یعنی هیچ وقت هم در اسلام گفته نشده که شما باید چندین زن بگیرید. اینه که این مسئله فقهی است، علما باید نظر بدن راجع به این موضوع، ولی آزادی زنان نسبت به حقوقشون در اسلام هست به اندازه کافی. و من دیگه میکنم که از بعضی جهات قوانین اسلام از بعضی جهات البته خصوصا از نظر مالی از 20 سال پیش اقلن خیلی ممالک اروپا به پای آزادی های زن ها در ایران نمی رسیدند. مثلا در فرانسه من یادم وقت خودم دانشجو بودم مملکت زن تحت کنترل شوهر بود، در صورتی در ایران مطلقا اینطور نبود هیچ وقت. برنامه شما برای انتخابات و رفراندوم احتمالا رفراندومی چیه؟ من
بعد رفراندوم در شرایط کنونی ندارم، ولی به موقعی که قانون گفته انتخابات رو همونطوری که قول دادم آزادانه این انجام خواهم داد. این انتخابات در تابستان انجام میشه؟ تابستان نفایی، چون 3 ماه وقت هست برای این کار انجام خواهد شد. شورای سلطنت پس از رفتن شاه تشکیل شده و اگه تشکیل شده چه مسائلی در اون مورد بحث قرار گرفته؟ بله حضرت، درست در حدود 20 ساعت قبل رفتن. هنوز وقت تشکیل شورا نبودی. هر وقت تشکیل شد بنده به اطلاعتون میرسونم. و یک سوال آخر، آقای خویدا و آقای نصیری هنوز تحت بازداشت هستن؟ مسلمن فعلا این آقایون به عنوان ماده 5 حکومت نظامی بر طبق قانون هستن. چون بازجویی های از این آقایون شروع شده اخیراً، اگر جرائمشون را مسلم دیدیم که به نظر این طور میاد، تسلیم دادگاه های صلاحیت دار خواهند شد. چون شایع شده بود که بعضی از اینها رفتن از کشور. اونایی که رفتن قبل از من رفتن، اشخاصی که توقیف شده بودن موندن و خیلی از افرادی که خواستن برن من مانعشون شدم، چون به زن و بیش خیلی زیاد اینها به مشمول قانون از کجا آورده ای و سایر قوانین شدند. از این جهت از خروجشون من میشه، برای اینکه برخلاف مقررات کشور اقداماتی کردن و قرائنی در دست است که اینها باعثی رسیدگی بیشتری به کارشون بشه. ظاهرا آقای حویدا و آقای نصیری قبل از شما بازداشت شده بودند. بله اینطور، بازداشتشون تقریبا در حدود 2 ماه پیش شد. و شما هنوز اطلاع ندارید که در کشور هستند یا نیستند؟ این آقایون در زندان هستند، در روزنامه نگاران اونها را دیدند هفته گذشته. آقای دکتر بختیار، خیلی متشکرم. بینندگان گرامی، امیدوارم دقت کرده باشید به مطالبی که آقای دکتر بختیار گفتن. در رابطه با حقوق زنان میگن حقوق زنان به اندازه کافی در اسلام هست. حالا بذارید یک به یک بپردازیم به مطالبی که ایشون گفتن. میگن که در رابطه با شاه، آقای بختیار خودشون میگن که من از ایشون خواستم که شاه از ایران برم تا بتونم عصیان‌ها رو آرام بکنم. یعنی در جای دیگه من این رو خوندم و مطلعم که آقای بختیار به شاه گفته بودن که 2 ماه به عنوان مرخصی به برید شما از ایران تا من بتونم که این عصیان‌ها رو، این ایران رو بدون مثلا خونه خونوتی آروم بکنم، بعد شما برگردید. لازم کنید. و بعد میگه که ارتش با انضباط است و در اختیار دولت است. پس ارتش هم در اختیار دولت آقای بختیار بوده و میگه احدی از فرماندهان ارتش از دستور من سرپیچی نمی کنم. پس ارتش همطور که بایستی از یه دولت قانونی حمایت بکنه، به طور کامل از دولت آقای بختیار حمایت میکرده. میگه که برای از کارهای دیگه که میخوان بکنن میپرسن، میگن که ما زندانیان سیاسی رو آزاد میکنیم. برای چی؟ یک مش تروریست رو میخواستید آزاد بکنید یا آزاد کردید که برن به پیوندن به سایر تروریست ها و اون وحشیگری ها رو به بار بیارن؟ یک مش تروریستی که در اردوگاه های فلسطینی و لیبی و سوریه و کوبا، چین تعلیمات تروریستی دیده بودن، اینا رو آزاد کردید که رفتن پیوستن به اونها. رجبی رو همین زمان آزاد کردید و دار دستشون رو رفتن پیوستن به سایر تروریست ها و اون همه فجایع رو به بار آوردن. بیشتر کشتار و اعدام های اول انقلاب توسط همین این تروریست هایی بود که شما آزاد کرده بودید جناب آقای بختیار، که حالا نیستید به هر حال، به طرفدارانشون دست کرد. میگن که ما ساواک را منحل میکنیم. آخه این کار درستیه در بوهه اون کوران اون انقلاب؟ مگه این کشورهای متمدن پیشرفته امریکا، انگلیس، فرانسه، نمیدونم آلمان، اینها میان سازمان امنیتشون رو اونم در کوران یک انقلابی منحل بکنن؟ من به شما بگم که آقای دکتر شاپور بختیار از هنگامی که انقلاب شده بود تا این زمان پرقدرت ترین نخست وزیر ایران بود.
چرا؟ چون شاه هم که از ایران بیرون رفته بود و تمام اختیارات در دست ایشون بود دیگه، شاه نبود بگه مثلا بکنین یا نکنین، حالا تمام اختیارات در دست آقای بختیار بود، از قدرت کامل برخوردار بود، ارتش هم که به طور کامل در اختیارش بود. ایشون میبایستی که به جایی که ساواک رو منحل کنن و تروریست ها رو آزاد بکنن، میبایستی که سران این تروریست هایی که در ایران موندن و اون وحشیگریار به بار آوردن و آتش کشیدن و میترکوندن این ور اون ور رو منفجر میکردن و اون معممینی که شر به پا میکردن، اینها رو بایست همه رو میگرفتن مینداختن تو زندان، مملکت رو آرام میکردن، کشور آسایش پیدا میکرد، تمام قدرتش رو هم داشتن. همونطور که گفتم پرقدرت‌ترین نخست وزیر این دوران بودن آقای بختیار. اما چه کردن؟ مماشات با انقلابیون، مماشات با اسلامیون، مماشات با خمینی. خودشون دارن میگن که آبر میگن این اعتصابات رو چیکار میکنید برطرف بشه؟ میگه مجازات مجرمین، منظورش مجرمینی که این دولت مردانی که گرفتن زندان، وگرنه تروریست ها که آزاد کردن، از نظرشون اینا مجرم نیستن اونها. و بعد میگه رفتن شاه از ایران هم کمک میکنه، ولی شما نگفته بودید شاه برای دو ماه بره و برگرده. اینطور که میگید رفتن شاه از ایران کمک میکنه یعنی چی؟ یعنی شاه دیگه به ایران نباید برگرده یا به ایران بر نمیگرده؟ دارید اینو میگید دیگه، به مردم دارید اینو میگید، به خمینی و یاران خمینی هم دارید می نمیگید. بعد میگه آیات الزام هم با ما هستن و بعد میگن کارهای من با خواسته های خمینی منافات، هیچ منافاتی نداره. کاملا درست میگه. این کارهایی که آقای بختیار کردن همه با میل خمینی و طرفداران و یاران آقای خمینی بودن، نه با میل ملت ایران و کشور ایران. بله هیچ منافاتی نداشت. به قول آقای دکتر افخمی، مبارزات آقای بختیار بیشتر رژیم شاه رو نشونه گرفته بود تا خمینی و این تروریست ها رو. میگن من در با هیتلر جنگیدم. بله شما در فرانسه که بودید، در ارتش فرانسه به حمایت از فرانسه با هیتلر جنگیده بود. خب چه رفتی به ما ایرانی ها داره؟ برای ما چه کردید که به درد دردمون بخوره؟ بعد در رابطه با مدرنیته که گفتم ایشون اعتقاد داشت شیش کاری رو انجام نداده، نه شاه نه رضا شاه، همش خود به خود شده جبر زمانه. میگه رژیم بیشتر از این که کاری بکنه پی تبلیغ و گزافه گویی رفته. اتفاقا برعکس، دولت شاه کارهای بسیار زیادی برای مدرنیزه کردن مملکت انجام داده بود که از نظر من و بسیاری دیگر از ایران دوستان متاسفانه تبلیغات در این رابطه نکرده بود که ملت ایران متوجه بشن که این دولت چقدر خدمت کرده به مملکت، چقدر کار کرده برای سربلندی ایران و پیشرفت ایران، برای ایران ایرانی. از شما میگید گزافه گویی کرده؟ نه خیر، چنین چیزی نیست. بعد میگن در رابطه با قوانین که در رابطه با حقوق زنان، برابری حقوق زنان مرد هستش، از ایشون خبرنگار بی بی سی پرسش میکنه، ایشون پاسخ میدن که اون چه قوانینی که مخالف با اسلام هست منسوخ خواهد شد. ای بابا، پس شما هم که حکومت اسلامی میخواستید بیارید، میخواست یعنی تمام قوانین سکولاری که شاه در ایران آورده بود و در واقع یک حکومت سکولار در ایران برپا بود، اینها رو همه رو میخواد شما بذارید کنار، همون قوانین شرعی که خمینی میخواد در مملکت برقرار کنه شما هم میخواد برقرار کنید. اون راک و رو راست میگه حکومت اسلامی، شما میگید اون چه قوانینی که برخلاف اسلام هست منسوخ خواهد شد. یعنی کلن قوانین شهر رو ما در مملکت پیاده میکنیم و حقوق زنان در اسلام هست به اندازه کافی. یعنی به اندازه کافی چیه؟ و
اندازه کافی اینه که حجاب اجباری بشه، اندازه کافی اینه که زن سنگسار بشه، اندازه کافی اینه که شوهر میتونه خوب زنشو کتک بزنه. اینا به اندازه کافی حقوق زن دیگه نه؟ از نظر شما فرق شما با آقای خمینی در چیه؟ من اینو بفهمم واقعا حقوق زنان به اندازه کافی هست در اسلام؟ یعنی اینکه بچه به پدر میرسه و یا به جد پدری، اگرچه مادر در قید حیات باشه، اگر پدر فوت کنه بچه به مادر نمیرسه، به جد پدری میرسه ولی به مادری که در قید حیات هست نمیرسه. این حقوق کافی برای زنان در اسلام که شما میگید حقوق زنان در اسلام هست به اندازه کافی؟ خیلی ممنون، چه مملکت درست میشده. میگم خمینی حالا اعلام کرده بود که حکومت اسلامی میخواد برپر کنه، ولی اونی که شما دارید میگید که همونیه که خمینی داره میکنه. برای میگید شاه رفته که بعد اگر یعنی میخواستید یه جمهوری برپا کنید، این کاش یه جمهوری سکولار میخواستید برپا کنید، یعنی یک جمهوری تمام عیار شرعی میخواستید شما در مملکت برپا بکنید. هیچ تفاوتی نداشت با اونی که خمینی میگفت و یعنی تمام قوانین حقوق بشر جهانی هیچ، به طور کلی هیچ، وقتی قوانین شهر هستش دیگه، قوانین شهر اسلام رو میخواید برقرار کنید، یعنی به طور کلی مقایر با قوانین حقوق بشری جهانی. حالا اگر یک کدوم از این حرفا رو شاه زده بود، دیگه این طرفداران آقای بختیار و مصدق که عکس مصدق رو روی میزشون میذارن بالای منبر میرن و مدداهی آقای خمینی رو میکنن یا آقای بختیار رو میکنن، دستوردار نبودن که این را میرن میگن تو برنامه هاشون شاه اسلام پناه بوده، شاه اسلام پناه بود، شاه که این همه قوانین سکولار در مملکت پیاده کرده بود در همه این موارد. حتی اون اصلاحات ارضی هم شما با معمولی باشون مخالف بودن، میگفتن خلاف قوانین شرعه و شاه اسلام پناه بود به خاطر اینکه مثلا یکی دو بار میرفته مشهد. اما این قوانینی که آقای بختیار گفته که خودش میگه آن چه قوانینی که مخالف اسلام است منسوخ خواهد شد و علما باید تصمیم بگیرن، این درسته، این دیگه هیچ منافاتی با حقوق بشر جهانی نداره هیچ، یعنی به کل به حقوق بشر جهانی کنار. اینم تحصیل کرده فرانسه مو که به نفع فرانسه با هیتلر جنگیده بود، چه برای ما میخواست بیاره در مملکت؟ میگم اگر یک کدوم از این حرفا رو شاه زده بود که بهش میگن اسلام فنا، پیراهن عثمان میکردم اگه دست بر میداشتم. همیشه باید تاریخ رو وارونه بگن، همیشه باید تاریخ رو وارونه بگن. این چه بدبختیه که ما دوچارش هستیم. در انقلاب 57 این کار کردن، مملکت رو ویران کردن، داغون کردن، امروز هم دستبردار نیستن. همونایی که در اون زمان دست سهم داشتن در این انقلاب امروز هم دستبردار نیستن در این رسانه ها، چه لس آنجلسی چه رسانه های غربی فارسی زبان. من نمیدونم آیا اصلا فرصتی باقی هست که من پاسخهای بیننده گرامی رو بدم. نمیسین که کارگردان گرامی نه، خیلی عذر میخوام، بیننده گرامی در ماپو که میدونم بسیار به تاریخ علاقه مند هستید، من حتما هفته آینده ابتدا این پرسش ها رو پاسخ میدم. بسیار جالب پرسش ها، پاسخ ها هم شنیدنی. از بینندگان عزیز تمنا میکنم برنامه رو دنبال بکنید، مطالبی است باید دوباره تکرار بشه، آگاهی بیشتری در رابطه با انقلاب 57 به دست بیارید و این وارونگویی ها رو شاید تا حدی که می کنن شما به واقعیت جریان پی ببرید. برای شما بینندگان گرامی شب و روز خوشی رو آرزو می کنم، روز روزگار بر شما خوش.